تا انتهای نقل و انتقال حضور دارد، مسئولیت باشگاه هم عهده‌دار میشه. ما هفته گذشته دو تا نشست داشتیم با فروشنده داماش ایرانیان، به نمایندگی از داماش ایرانیان آقای آبدینی. دوستان توی دادستانی، خب به حال امین اموال و مسئله قیمومت اموال رو بر عهده دارن، به عنوان ناظر بر حسن انتقال این تعهدات و قرارداد تو اون جلسه حضور داشتن. جلسه منتج به نتیجه نشد، تا کنون ما هیچ نتیجه از این جلسه نداریم. تا اون زمانی که چک دوم 900 میلیون تومان دوم که 15.9 بود برگشت بخوره، آقایون داشتن پرداخت میکردن. سرموعد چک 15.9 رفتن درخواست کردن، چون چک برگشت خورد رفتن پیش مقامات قضایی درخواست استمهال کردن که آقا این چک ها رو به ما مهلت بدید. اونها هم با دید بسیار مثبت برای بقای تیم و حفظ شرایط تیم در رشت موافقت کردن سه فقره چک به جای این 15.9 داده بشه که 300 تومن بشه. سه فقره چک جدید متاسفانه اولیش برگشت شد. متمم خیلی محکم نوشته شد. چرا؟ چون خلف وعده خریدار رو دیده بودن. در این متمم با صراحت می آید حق فسخ با فروشنده است. من میتونم فسخش کنم. اگر دیون پرداخت نشه، تعهدات پرداخت نشه و ثمن معامله حتی یک بخشش پرداخت نشه، این قرارداد نقل و انتقالش صورت نمیگیره. چنین چیزی امکان پذیر نیست. اگر کسی اسنادی در این رابطه داره بیارن امضای من آقای قویدل باید پای اون سند هم باشه. آقای قوه قضاییه بوده ظاهرا. آقای قضایی اصلا تو این قضیه کسی هنوز شکایتی نکرده. ما هنوز به هیچ مرجع قضایی شکایت نکردیم. فقط بابت اون مسائل تهمت‌ها و افتراهایی که توی مصاحبه‌های مختلف زده شده به شخص آقای قویدل و مجموعه کاری ایشون فقط پیگیر همون هستیم. اصلا در مورد قرارداد کسی هنوز شکایتی به جای نبرده. وقتی در نوروز اومدن اینجا، در اوایل نوروز اومدن اینجا و من بهشون گفتم شما این بند رو نگاه کنید، بند چهارش با صراحت میگه به هر دلیل این قرارداد فسخ بشه دیون و تعهدات آقایون باید پرداخت کنن. گفتم فکر نکنید اگه فسخ بشه شما از بار تعهدات و دیون شونه میتونید خالی کنید. یه خود فکر کردن، گفتن که خب بخوام فسخ کنیم چطور میشه؟ گفتم فسخ کنید هم برید بشینید با مقامات قضایی بگید میخوام فسخ کنیم و 900 تومن ما رو بدن میم فسخ میکنیم. خب این بحث 900 تومن ما رو بدن، بحث این هستش که دیون و تعهدات رو باید بدید. شما یک سال از این تیم استفاده کردید، 91% بازی ها گذشته، ما 30% پرداخت کردیم. خب این معنی و مفهومش این هستش که 60% عقبید، باید پرداخت کنید. این شاید باعث چلنج اصلی شد، اون درگیری های اصلی شد و آقایون رفتن اعلام کردن که بنده رو عزل کردن. خب من مدیر عامل داماش ایرانیان هستم، آقایون مالک اونجا نیستن، مجمع نیستن، نمیتونن من رو عزل کنن، ثبت شرکت ها ندارن. من تو ثبت شرکت های آقایون مدیر عامل نیستم که ندارن. من هم استناد کردم به قانون تجارت. ما مذاکراتی با فدراسیون داشتیم، با سازمان لیگ داشتیم، با هیئت فوتبال داشتیم، اداره کل تربیت بدنی جوان ورزش جوانان استان گیلان داشتیم. مالکیت ما محرز، تصمیم گیری در مورد تیم هم با مالک تیم صرفا. نامه را واسه آقای الماسخاله نوشتم در ایام نوروز و گفتم که آقای الماسخاله، آقایون راست میگن میخوان پول پرداخت کنن، با دو شرط من حاضرم کنار برم. یک، بیان اون پرداخت 500 میلیون تومان اول رو بدن، بدهکاری‌ها رو هم پرداخت کنم تا امروز رو. نگفتم تا 91%، گفتم تا 70%. بیان بدهکاری‌ها رو خودشون هم پرداخت کنن، امین خودشون هم بذارن پرداخت کنه، اسنادم دست خودشون، بیان پرداخت کنن. من میرم پیش مقامات قضایی درخواست میکنم اجازه بدن اینا هر کی میخوام بذارم. طی قراردادی بین آقای آبدینی و آقای قویدل پیمان مدیریتی بسته شد مبنی بر مدیریت تیم داماش و این قرارداد قبل از عید به صورت رسمی و کتبی هم به سازمان لیگ هم به فدراسیون و هم به خود آقای آبدینی ابلاغ شد که قرارداد همکاری فسخه. آقای آبدینی از تحویل دادن تیم ممانعت ورزیدن و این تیم رو طی دو ماه گذشته دستخوش تحولات حاشیه‌ای کرده که واقعا برای ما نگران کننده است. نتیجه های بازی ها خودش شاهد این مدعا است که این نه برای تیم خوبه، نه برای هواداره اون شهر، نه برای بازیکن ها، نه برای مالکیت. آقای الماسخاله من رسیده بودم تهران، گفتش که برگردین ها قبول کردن. گفتم چه ساعت جلسه گوشی؟ گفت دو بعد از ظهر. گفتم باشه من راه میافتم بازی. یک ساعت بعد به من زنگ زد گفت آقای منصرف شد. ببینید من میدونم که آقایون باز هم منصرف میشن،
چون بارها اومدن توی رخکن به بازیکن گفتن این بازی دو تا پاداش داره، بازیکن بازی رو برده دیگه پاداش خبری نبوده. چرا بچه ها تومار برای من نوشتن؟ چرا تیمای پایه برداشتن دو صفحه برای من نوشتن و درد دل کردن و همه امضا کردن؟ به دلیلی که نرسیدن به وجوهاتش. ما این وضعیت مبهم باشگاه داماش، حالا جدولم با هم ببینیم چقدر وضعیتش خطرناک داره میشه. تیم داماش جدول رو با هم یه مرور میکنیم. بله، من بلندشم. در هفته 32 استقلال صدر جدول 64، سپاهان 63، یه امتیاز فاصله، تراکتور 59، فولاد 55، نفت 51 و پرسپولیس 47. پرسپولیس دو بازی خودش رو ببره میشه پرسپولیس حد اکثر میشه پنجم حد اکثر، اونم خیلی رویا پردازانه، چون نفت با این شرایطی که داره بعید هر دو بازی خودش رو ببازه. بعد مثل کرمان تازه نزدیک پرسپولیس، سوای قم و راهن دیگر تیمای نیمه بالای جدول هستن، اما نیمه پایین جدول. بردی که امروز آلومینیوم به دست آورد خیلی پیچیده کرد. چرا؟ چون آلومینیوم میتونه به 40 برسه، زوبا هم میتونه به 38 برسه، بعد تیمای 40 هم روی کاغذ هنوز احتمال پلی آف رو دارن. یعنی حتی ملوان و سپاسی با این تفاضل گل خوب خودش رو کاغذ هنوز احتمال داره که بیاد. سه تیم که قطعا افتادن دست در دست هم، گهر درود، نفت آبادان و پیکان افتادن، زوبان فعلا حالا منطقه خطر هست و آلومینیوم هرمزگان، این تیم باید قرمز باشه. و آلومینیوم هرمزگان هم الان پلی آف فعلا. داماش خیلی خطر احساس می‌کنه، هرچند تفاضلش بهتر از آلومینیوم هست و بازی باقی مانده خیلی حساسی در انتهای جدول. برنامه بازی هم که اول گلزن ها با هم ببینیم. رافایی 18 گله هست، ستزاده 14، پریرا امروز یه گل زد شد 12 و سوکای دقیقی و شجاعی 11، آرش و فلویلوپز و یعقوب کریمی که مصدوم و محمد خلطبری و فرزاد آتمی هم 10 هستند. امروز تو کنفرانس خبری آقای قلعه‌نویی هم صحبت کردن، در باره حاتمی گفته و قدر خودش رو نمیدونه و خیلی افت کرده، احوالش خیلی خوب، راست میگه، احوال خیلی خوب کار میکرده، خوب گل میزه، الان یکم شاهدش فرق کرد، از مهاجماش راضی نبود. فعلا طبق برنامه که هست هر آمینی ممکنه فردا کل برنامه تغییر کنید، اصلا تعجب نکنید. داماش سپاهان جمعه با هم بازی دارن، همه هفتهی که قرار بود همزمان برگزار بشه، نگاه از کی تا کی هست. بعد سه‌شنبه 10 اردیبهشت پرسپولیس و ملوان، بازی داماش سپاهان و استقلال فولاد که قرار بود همزمان انجام بشه با فاصله 16 روز انجام میشه. اینم یه نوع همزمانیه. فولاد استقلال و سایر مسابقات که ملازم که تا جدول هم خیلی حساس هست. بریم سراغ لیگ یک که یه گروهش تکلیفش مشخص شد و بعد گروه دیگه‌ش هم فردا مشخص میشه. برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. خب نگاه می‌کنیم به مسابقات هفته 25ام، هفته ما قبل پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول گروه 1. گسترش فولاد تبریز در مقابل مس سرچشمه نریمان جان برای گسترش گل زد، بعد جواد مولایی بازی رو 1-1 مساوی کرد، بعد رضا عافیت طلب گل دوم تیم مصر رو وارد دروازه گسترش فولاد تبریز می‌کنه، گل سوم رو هم باز جواد مولایی می‌زنه، رسول خطیبی با این ضربه آزاد حساب کار رو 3-2 می‌کنه و حسن نجفی موفق میشه گل دیگه بزنه برای مس. بازی رو مثل سرچشمه 4-2 در هفته ما قبل پایانی میبره. رقابت های این گروه روز گذشته برگزار شد، هفته پایانیش و مشخص شد که تیم ها به چه شکلی در جدول قرار گرفتن. شاهین بوشه در زمین خودش در هفته 25ام 1-1 به نفت مسجد سلیمان باخت، گل نفت رو هماینه گراوند وارد دروازه تیم شاهین بوشه کرد. این هم بازی دو تیم اتکای گلستان و شهرداری عراق، دو تیمی که بعد از بازی های امروز مشخص شد که هر دوشون به رقابت دست دوم سقوط کردن. حاصل تلاش اتکا و شهرداری عراق در هفته 25ام 0-0 مساوی بود که صحنه از این مسابقه هم با هم ملاحظه میکنه. و این هم بازی پارسه تهران در مقابل ماشین سازی تبریز که پارسه 2-1 ماشین سازی رو برد، گل اول رو ماشین سازی توسط صغیری زد، ایپکچی بازی رو 1-1 مساوی کرد و احمد مومنزاده که این روزها خوب گل میزنه برای پارسه بازی رو به نفع پارسه رقم زد. و این هم بازی نساجی مازندران و استقلال اهواز، استقلال اهواز ابتدا توسط بریجی به گل رسید، محمد عباس‌زاده که از خوبهای نساجی در این فصل بازی رو 1-1 مساوی کرد و برتری